بعد از این استراحت کوتاه ادامه مبحث بیماری‌های خلقی رو با تاکید بر افسردگی‌ها دنبال می‌کنیم. تشخیص دیگری که در DSM-5 وجود داره تشخیصی است به نام Persistent Depressive Disorder. تکرار می‌کنم Persistent Depressive Disorder. Persistent یعنی پایدار. Persistence یعنی پایداری، ماندگاری. و depressive disorder یعنی اختلال افسردگی که پایدار و ماندگار هست. این تشخیص توی DSM-4 نبوده و خلاصه بهتون بگم این ملغمه است یا مخلوطی است از افسردگی مزمن و دیستایمی. اگر اون عزیزان DSM-4 رو یادشون باشه، یه تشخیص وجود داشت به نام دیستایمی و اون عبارت بود از کسی که حدوداً 2 سال یک مجموعه از علائم خلقی رو به صورت مستمر تجربه کرده باشه، اما یه ویژگی داشت که شدت این علائم هیچگاه به میزان افسردگی نرسیده، یعنی به میزان Major Depressive Disorder نرسیده، یعنی یک افسردگی داره که به شدت افسردگی ماژور نیست و به مدت 2 سال تقریبا اون رو تجربه کرده. به این میگفتن دیستایمیا. حالت دیگری در DSM-4 بود و اون کسی بود که افسردگی میگیره و افسردگیش با همون شدت MDD به مدت 2 سال باقی میمونه. به این میگفتن کرونیک دیپرشن، افسردگی مزمن. و DSM-4 این دوتا رو از هم جدا کرده بود. البته یه مسائلی پیدا میشد، مثلا اگر وسط دیستایمی، مثلا 1 سال از دیستایمی گذشته، طرف دچار افسردگی شد چی؟ اگر فرض کنیم طرف دچار افسردگی شد بعد تو نه فول رمیشن بلکه پارشال رمیشن رفت و یه مدت طولانی اون تو مون چطور؟ اینا اینقدر گیج کننده بود تا اینکه قید تفاوت دیستایمی و افسردگی مزمن رو در DSM-5 زدند. پس در DSM-5 ما دیگه افسردگی مزمن و دیستایمی رو به صورت مجزا نداریم. یه سندروم یا یک دیزوردر، یک اختلال خلق کردن به نام Persistent Depressive Disorder. و معیارهای او به این قراره. معیار الف یا A، خلق افسرده بیشتر روز و بیشتر روزها به مدت 2 سال چه به اظهار بیمار و چه به گفته دیگران. یعنی طرف به مدت 2 سال خلق افسرده داشته باشه یا یعنی که دیگران احساس کنند افسرده است. این رقم برای کودکان و نوجوانان 1 ساله و میتونه خلق افسرده نباشه بلکه تحریک پذیر باشه، یعنی ایرتبل هم برای نوجوانان قبوله و 1 سال کافیه، نیازی نیست 2 سال باشه. خب تا اینجا شبیه DSM-4 هست، هیچ فرقی نداره. بند B یا B، اینم باز شبیه DSM-4ه. همزمان، یعنی طی این 2 سالی که طرف خلق افسرده رو به صورت ممتد داره، وجود حداقل 2 مورد از این موارد زیر، یعنی 2 تای اینا رو هم علاوه بر اون بالایی باید به مدت 2 سال داشته باشه. کمبود یا زیادی اشتها، بیخوابی یا پرخوابی، کاهش انرژی یا خستگی، اعتماد به نفس پایین، عدم تمرکز یا مشکل در تصمیم گیری، احساس ناامیدی. پس مثلا اگر احساس ناامیدی و بیخوابی و پرخوابی رو به مدت تقریبا 2 سال در کنار خلق افسرده داشته باشه، طرف بهش میگن Persistent Depressive Disorder. این تا اینجا شبیه DSM-4 در حوزه دیستایمی است. اما بندهای صفحه بعد رو نگاه کنیم. در دوره 2 ساله هیچگاه بیش از 2 ماه علائم A و B غایب نبودند. اینم باز شبیه DSM-4ه، یعنی اگه شما 2 سال این حالت رو داری بیش از 2 ماه نمیتونی خوب بوده باشی. میتونی مثلا 1 هفته، 2 هفته، حد اکثر 1 ماه بگی خوبم، این حالت ها رو ندارم، ولی اگر بیش از 2 ماه شد دیگه تشخیص شما به سمت Persistent Depressive Disorder نمیره. خب اینجا هم باز شبیه DSM-4 بود. این بندیست که تو DSM-5 تغییر پیدا کرده، بند D. معیارهای اپیزود افسردگی ممکن است حتی به طور ممتد برای 2 سال وجود داشته باشه، یعنی طرف برای 2 سال علاوه بر اینکه اینا رو داره بیش از اینا داشته باشه و اون 5 کرایتریاهای Major Depressive Disorder
که گفتیم حداقل باید 2 هفته موجود باشن رو میتونه حتی برای 2 سال پشت سر هم داشته باشه. یعنی تو دل persistent depressive disorder شما میتونی اپیزود major depression داشته باشی. خب این بندی است که اضافه شده و باعث شده که طبق این بند chronic depression در DSM-4 با dystymie در DSM-4 هر دو با هم مخلوط بشن و بشن persistent depressive disorder. بندهای بعدی باز شبیه DSM-4 هیچگاه دوره مانیا یا هیپومانیا تجربه نشده است و معیارهای اختلال سیکلوتایمی تأمین نمی شود. خب اینم واضحه، یعنی اگر در کنار اینا مثلا 1 هفته طرف علائم مانیا داشته باشه دیگه تشخیص persistent depressive disorder نیست، اختلال بایپولار 1 میشه. یا اگر در کنارش حالتهای سرخوشی و ساب ترشهولد تحت آستانه یه خلق بالا رو هم تجربه کنه، اون موقع سیکلوتایمی میشه. به این تشخیص خواهیم رسید. خب این بند باز توی تقریبا تمام کرایتریاهای DSM وجود داره، مجموعه علائم اپیزود با بیماری سایکوتیک دیگری مانند اسکیزوفرنی، اختلال اسکیزوافکتیو، دیلوژنال دیزوردر و اینها قابل توجیه نیست. یعنی این 2 سالی که مریضه به دلیل ریزجوع اسکیزوفرنی مثلا نیست. دوره افسردگی قابل انتساب به اثرات فیزیولوژیک ماده شیمیایی یا بیماری طبی نیست. اینم یک بند پایدار و ثابت توی تشخیص‌های DSM است. یعنی شما اگه می‌بینه این دو سال به دلیل مثلا یک سرطان مزمن یا یک بیماری ریوی یا بیماری احتقان قلب کانجستیو هارت فیلیر و غیره نیست. علائم باعث مشکل یا اختلال قابل توجه در کارکرد شغلی یا اجتماعی یا سایر حوزه‌های با اهمیت می‌گردد. اینم همون impairment clause هست، گزاره impairment یا افت کار کرد. خب پس ما با persistent depressive disorder آشنا شدیم و یه مقدار فکر کنم خوشبختانه این اقدامش خوب بود. یعنی دیگه اینه که حالا این dystymie major depression کدومه، اینا رو با هم یک کاسه کرده و اگر به 2 سال رسیده باشه چه با کرایتریای DSM-4 dystymie چه با کرایتریای major depression کافیه و شما بهش میگی persistent depressive disorder. اما اومده یه سری مؤلفه هایی رو گذاشته که بتونین شما بفهمین کدومش در حد دیستایمیه DSM-4ه کدومش افسردگی مزمنه. اینا اسپسیفایر هاش هستند، مشخص کننده هاش هستند. 1. With pure dystymic syndrome، فکر کنم کاملا گویاست دیگه، با سندروم دیستایمیک خالص. یعنی چی؟ یعنی طی این 2 سال کل علائم هیچگاه از آستانه دیستایمی بالاتر نرفتند. یعنی تشخیص میجر دپرشن لابلای دیستایمی وجود نداره. With persistent major depressive episode، این یعنی چی؟ یعنی طی 2 سال تماماً کرایتریاهای میجر دپرشن رو پر کرده. این همون کرونیک دپرشنه DSM-4 هست. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما کرایتریا رو نگاه میکنی میبینی که برای مدت 2 سال حداقل 5 علامت از اون 5 علامت میجر دپرشن رو همواره داره. یعنی حالا ممکنه یه دوره‌های افت و خیز داشته باشه ولی همواره برای این مدت 2 سال اون رو داره. With persistent major depressive episode، این همون chronic depression هست. خب طبیعی است اینو داریم اینو داریم، مخلوط این دوتا رو هم میتونیم داشته باشیم دیگه. With intermittent major depressive episode، یعنی اینی که وسطش میجر دپرشن باشه بعد بقیهش دیستایمی باشه، و اینکه الان میجر دپرشن باشه یا قبلا میجر دپرشن باشه الان دیستایمی باشه. خب اینا همون چیزی میشه که سابقا بهش میگفتن دابل دپرشن، یعنی دیستایمی به اضافه MDD. پس MDD وقتی روی دیستایمی سوار میشه در DSM-5 فرقی نمیکنه، بازم همون اختلال persistent depressive disorder هست، منتهی اسپسیفایر داره، شما میگین with intermittent major depressive episodes. و اگه در حال حاضر major depressionه میشه with current episode، اگه در حال حاضر major depression نیست میشه without current episode. خب در همین جا باز خدا بیامرزتش، خدا پدرش رو بیامرزه، اشاره میکنه تو چپتر که هم توی DSM-5 هم توی کامپرهنسیو که این داستان ناشی از بیماری طبی یه ذره مبهمه. راستم میگه، ببین شما اینو گذاشتی اینجا یعنی چی؟ واقعا اگه یکی در کنارش مثلا فشار خونم داره یا دیابتم داره و 2 سال مزمن
حالت افسرده خویی و حالت خستگی و حالت کاهش انرژی و مشکل در خواب داره، چه جوری میگیم این تقصیر اون نیست یا هست؟ به عبارت دیگر این یکی از همون کلازهاییه که خیلی مبهم میمونه، یعنی مرز اینی که این ناشی از اختلاله کجا تموم میشه. یا یه آدمیه که 2 ساله داره همش الکل میخوره، بدمستی میکنه، کنارش حالت افسردگی هم داره، این کدومه؟ پس میبینیم که در نگاه بعضی از کرایتریا خیلی واضحن، ولی در پیاده شدن و در عمل مشکلات جدی بر میخوریم. خب فعلا بذارید رد شیم. واقعا وقتی ذهن خیلی هم دقیق میشه رو کرایتریا، یه حالت وسواسی پیدا میشه و شما میتونید ده‌ها تبصره و ده‌ها بندش اضافه کنی، ولی مطالعات نشون داده دقت شما بالاتر نمیره. پس بی خودی فکر نکنید اگر هی تبصره و بندها رو زیاد کنیم بهتر میشه. مثلا ببینید این همه اینجا تبصره گذاشته، ولی واضحاً آیا چقدر فکر میکنید بشه اینا رو توی بیماران استخراج کرد؟ اونم رتروسپکتیو. مطالعاتی هست که من در سی دی های دیگه به اون اشاره میکنم که خیلی از مردم واقعا نمیتونن به یاد بیارن که تو 2 سال اخیر آیا دوره‌ای بوده 5 علامت رو با هم داشته باشن یا نه. میگه والا هرچی فکر میکنم یادم نمیدونم بوده، خلا بود. اون لحظه احساس میکنه بوده، یه ذره خلقش بهتره. فراموش نکنید من در سی دی تنظیم هیجانی خدمتتون گفتم experienced self با remembered self فرق داره، یعنی اون چیزی که شما یادته با اون چیزی که تجربه کردی لزوما یکسان نیست. برای همینه من فکر کنم که باز این قدم خوب بوده، این دوتا را ادغام کرده و این اسپسیفایراش خیلی واقعا قابل کاربرد نیستند. همین بدون آره پرسیستنت دیگه، حالا چه در حد دیستایمی چه در حد MDD. خب یه چیزایی بیایم راجع به دیستایمی بدونیم. دیستایمی اصطلاح کلاسیکیه، قدیمیه و ابتکار DSM نیست. معمولا شروع دیستایمی زودرسه، برخلاف مثلا افسردگی های ملانکولیک. افراد ممکنه در دوره تینیجری در همون دوره این احساس رو داشته باشن که پکرن، اونوقن افسرده حالن، خیلی بگو بخند نیستند. و به نظر میاد دیستایمی برخلاف MDD به خصوص افسردگی ملانکولیک بیشتر جنبه های روانی و درونی داره تا ابجکتیو. دیستایمیکا خیلی وزن کم نمی کنند، خیلی سایکوموتور ریتاردد نیستند، یعنی چیزایی که شما میبینی، خیلی استوب پوستچر پور آی کانتکت اینا ندارند. ممکنه ظاهرش، خورد و خوراکش، خابیدنش، سرعت حرکتش عین من و شما باشه. بیشتر مشکل تو دیستایمی این توه، میگه خب بد بینم، به آینده امید ندارم، نمیدونم، حتی چهرهشون ممکنه خیلی نشون نده. پس اینم یه نکته دیگه است، دیستایمی بیشتر ذهنیه، روانیه تا بدنی، یعنی شما کاهش وزن و اشتها و اینا رو خیلی شاید نبینی. ارنست کرچمر یه چیز جالب میگه راجع به اینا. ببین به این خواهیم رسید، باز یه مقدار این اشارات توی چپتر مود دیزوردری که آکیسکال نوشته یه ذره تو چشم میاد، برای اینکه آخرش خواهم گفت، نقد خواهم کرد این چپتر رو. خیلی دیگه بیولوژیک نگاه میکنه، خیلی کاتگوری DSM رو باور کرده، در صورتی که فرض کنی یک کسی مثل ارنست کرچمر معتقد بود نه خیر، اصلا دیستایمی ها خیلی هم مریض نیستند، اینا اصلا استخون جامعه هند، بقیه مردم اینقدر شنگولن و شادن و خوشن که خیلی به فکر آینده و کار و زندگی رو جدی نمیگیرند، ولی دیستایمیکا آرماتور جامعه هستند، اینا همه چی رو واقعی میگیرن، خطرات رو درست میبینند. اون آلوی و آبرامسون یادتونه که خدمتتون توی سی دی خودکشی گفتم، گفته بود که افراد مایلد دیپرست یعنی همون دیستایمیکا واقع بین تر از افراد نرمالند. آره اینا راجع به اقتصاد، جنگ، سیاست، مشکلات اجتماعی هم بهتر فکر میکنند، هم دقیق ترند، همین که گاهی اوقات بیشتر کار میکنند، چون بقیه مردم همش یه احساسی دارن که انشالله درست میشه و غم نخور و امروز شاد باشیم بگذرونیم، ولی اینا همش در فکر کار هستند. کرچمر خوب متوجه شده بود، میگفت اینا اصلا استخون اجتماعن و کارهای اصلی اجتماع رو اینا انجام میدن. پس میبینی یه ذره همه چی مود دیزوردر ببینیم یه ذره خیلی مناسب نیست. بعضیا میگفتن افسردگی اینا اگزیستانسیاله، در واقع یه جور پدیده‌های فلسفی برمیگرده. اینا سوالاتشون این نیست، مشکلاتشون این نیست، اشتهام کوره، خوب نمیتونم بخوابم، کند شدم. میگن اصلا برای چی به دنیا اومدیم؟
اصلا هدف از زندگی چیه؟ چرا ما زنده ایم؟ خب که چی؟ آخرش میمیریم دیگه. و حتی ریشه عمیق فلسفی داره. حتی خیلی از اینهایی که این نوع افسردگی رو دارن معتقدن اینا واقع بینای اجتماع هست. خنده مردم، شادی مردم ناشی از حماقتشونه. اگه جهان رو واقعی ببینی افسرده خواهی بود. در اساطیر یونان باستان یک حکیمی هست، همون جور که ما مثلا لقمان حکیم داریم. این حکیم اسمش هست سلینوس، خیالیست البته. سلینوس همه چیز رو میداند و بسیار خوشفکره، جهان رو میشناسه و کلمات قصار در بین یونانیان داره. سلینوس حکیم. شاه مایداس، شاید اسمش رو شنیده باشید، کینگ مایداس، اونی که آرزو کرده بود به هر چی دست میزنه طلا بشه و خدایان این قدرت رو بهش داده بودن. به سیب دست میزد طلا میشد، به سنگ دست میزد طلا میشد، به میز دست میزد طلا میشد. بعضی هم تو ایران البته اینجوری هم میگن دست رو هر چی میذاره کلی سود میکنه. حالا اینم شاید سمبل اون باشه. شاه مایداس از سلینوس حکیم میپرسه، هی حکیم فرزانه، بهترین سعادت چیست؟ میگه به دنیا نیومدن. میبینی اگزیستنشیال داشته، اصلا بعد چی به دنیا میاد؟ شاه مایداس میگه پس بذار سوال خودم رو یه جور دیگه تکرار کنم. اومدیم، حالا این خبط شد و به دنیا اومدیم، بعد از اون بهترین در واقع خوشبختی چیه؟ بالاترین در واقع سعادت چیه؟ سلینوس سریع جواب میده، در کودکی مردن. و میبینیم که سلینوس با این تفکر سمبول یک رگه اسطورایی در یونان باستانه. پس میبینی به نوعی دیستایمی با یک بدبینی به جهان همراهه. نویسنده ها خیلیشون دیستایمیک بودند و خیلی ها میگن اتفاقا همینه که بهشون هنر و خلاقیت میده. اصطلاح دیگه ای که برای دیستایمیک ها به کار میبرن میگن مونوکاتگوریکال اگزیستنس. مونوکاتگوریکال یعنی چی؟ مونو یعنی تک، کاتگوری یعنی چی؟ یعنی گروه، دسته، یعنی تک بودی، وجود تک بودی، وجود تک میتونیم بگیم جهتی. مثلا تمام عمرش رو روی نظریه اعداد تو ریاضیات گذاشته، تمام عمرش رو گذاشته کلکسیون پروانه جمع کرده، تمام عمرش رو گذاشته برای طبقه بندی فرض کنید گیاهان و دلخوشی دیگه ای نداشته، اسم کرده اصلا دنیا بدون این چیزای دیگه فایده نداره. تمام عمرش رو روی یک اختراع گذاشته. برای همین ارنست کرچمر میگه اینا استخون جامعه هستند. و خیلی ها به این میگن کاتگوریکال، ببخشید کاراکترولوژیکال دیپرشن، کاراکترولوژیکال دیپرشن یعنی افسردگی تو کاراکترشه، تو خونشه، توی وجودشه، توی شخصیتشه. کورت شنایدر به این میگه آریستوکراسی در واقع سافرینگ، آریستوکراسی رنج کشان، یعنی اون نخبگان رنج کش، اونهایی که رنج هستی رو تحمل میکنن. خب میگم یه ذره از آکیسکال بعیده اینا رو تو چپترش بذاره، خواهیم دید چرا. چون اون هر جا مود دیزوردر میبینه میگه این پاتولوژیه، حتی حالتهای خیلی خفیفشو، و اصرار داره شما با مود استیبلایزر درمانش کنید. متاسفانه توی 200 خورده صفحه کامپرهنسیو ما مرتب این رویکرد رو میبینیم. هر نشانه ای از مشکل خلقی ولو کوتاه ولو ملایم پاتولوژیکه، استعداد بیماری خلقیه و شما باید اون رو به صورت اگرسیو درمان کنید ولو اینکه اصلا خود بیمار نخواد. این رویکردی است که متاسفانه در این چپتر DSM خیلی پررنگه. من پارانوید نیستم اصلا و بهش افتخار میکنم و فکر نمیکنم که این در این جهته که خوب اینا میخوان مثلا داروها رو پروموت کنند. اصلا اینطور نیست، دانشمندان خیلی این جهت نیستند، ولی احساس هم اینه، باورشونه، یعنی باورشون اینه هر جا مود دیزوردر دیدی باش مبارزه کن. و به همین دلیل میگم یه ذره از آکیسکال بعیده، یعنی اینجا شما نگاه میکنی اتفاقا دیستایمیکا خیلی هم درمان لازم ندارن. آقا شما استخون جامعه رو در نمیاری که، یا وقتی دیپرشن اگزیستانسیاله دیگه با والپروات درست نمیشه که. خب ادامه بحث رو دنبال کنیم، من به این برمیگردم. خواهشم اینه این چند دقیقه آخر رو هم به حساب من نگاه کنید، تو سیدیتون محاسبه نشه که بذارید من انتقادات رو هم به این مطلب بگم. خب persistent depressive disorder همین specifier های major depressive disorder رو هم داره، منتها این دوتا توش نیست.
می‌بینید؟ With seasonal pattern توش نیست. خب طبیعیه دیگه. اینکه منطقیه نباشه. برای اینکه وقتی یه چیزی دو سال مرتب داری دیگه نمیتونی بگی که تو بهار شروع میشه، تو بهار تموم میشه، تو بهار شروع میشه، اول تابستون تموم میشه. اصلا تموم نمیشه که. پس سیزنال پترن بی‌معنیه. کاتاتونیا رو هم از توش برداشتند. شاید به این دلیله که احساس میکنن که خب دو سال نمیتونی کاتاتونیک بمونی که. یعنی و اینم قراره در بیشتر در واقع اپیزود موجود باشه. پس شما دو سال نمیتونی حالت سر آف فلکسیبیلیتی داشته باشی. پس این دوتا رو از توش حذف کردن. اما مؤلفه‌اش چیه؟ With anxious distress یعنی مخلوطی از استراب داره. With mixed features همون حالت‌های خفیف مانیا و هیپومانیا. With melancholic features. With atypical features با حالت‌های سایکوتیک مود کانگروئنت و مود اینکانگروئنت. خب طبیعی است که وقتی به حد کرایتریای میجر دپرشن برسه میتونه سایکوتیک هم بشه و با شروع پریپارتوم. یادتون هست که این پوستپارتوم بوده شده پریپارتوم، یعنی چه توی حاملگی شروع بشه چه توی 4 هفته بعد از زایمان. پس اینم مؤلفه های پرسیستنت در واقع دیپرسیو دیزوردره که دو تا مؤلفه توش نیست. خب پس با سندرومی دیگری آشنا شدیم که همون دیستایمی سابق و کرونیک دیپرشن بود که اینا رو با هم فیوز کردند. بیایم سندروم دیگری رو که به DSM-5 اضافه شده نگاه کنیم. در DSM-4 این جزء NOS ها بود، توی اون در واقع اپندیکسش تلقی میشد، اون واقعی نبودن، جزء کرایتریا ها یا معیارهای اصلی نبودن، ولی تو DSM-5 این رو هم آوردن و جزء سندروم های اصلی گذاشتن. یعنی کنار میجر دیپرشن و دیستایمی شما این حالت رو هم داری، پریمنسترال دیسفوریک دیزوردر یا اختلال کج خلقی قبل از قاعدگی، پریمنسترال dysphoric disorder. پس PMS هم نمیشه، در اصل میشه PDD، premenstrual dysphoric disorder، همون PMS میشه. در اکثر چرخه های قاعدگی حداقل 5 علامت در هفته آخر قبل از قاعدگی وجود داشته باشد که ظرف چند روز بعد از شروع قاعدگی کاهش یافته و در هفته اول بعد از اتمام قاعدگی برطرف شود. یعنی یه هفته قبل از شروع پریود ظاهر میشه، در لحظه ای که خانم پریود میشه کم میشه و یک هفته بعد از اتمام پریود تقریبا فروکش میکنه. یعنی اگه بخوایم رسمش کنیم اینجوری میشه. این رو شما دوره قاعدگی در نظر بگیرید، منسترویشن در نظر بگیرید، حالا 4 روز 5 روز 6 روز اینا رو هم هفته در نظر بگیرید. در هفته قبل از منسترویشن ظاهر میشه، میره بالا میره بالا میره بالا میره بالا میره بالا، درست در قبل از قاعدگی در حد اکثره، یعنی قبل از اینی که خونریزی صورت بگیره حد اکثر میزان رو داره. تا منسترویشن اتفاق میفته این شروع به کاهش میکنه و در هفته بعد از اتمام قاعدگی کاملا برطرف میشه و شما یه هفته اینجا حالت نرمال و خوب داری تا سیکل بعدی با همین علائم شروع بشه. پس این میشه premenstrual dysphoric disorder. حالا اون 5 علامتی که گفتیم چی هست؟ 2 مجموعه علائم داره که حداقل یه دونه از این و حداقل یه دونه از این باید باشه و کلن 5 تا از اینا. من فهمیدی چی گفتم؟ آره. ببین یعنی نمیتونه، باید کلن 5 تا از اینا باشه. خب از این مجموعه علائمی که اینجا گذاشتیم باید مجموعاً 5 علامت از علائم فوق وجود داشته باشه. نگاه کنید در اکثر چرخ‌های قاعدگی حداقل 5 علامت در هفته آخر. خب این 5 تا باید 5 تا از اینا باشه، منتها حتماً یه دونش باید تو اینا باشه یه دونش تو این باشه. نمیشه هر 5 تاش این باشه یا هر 5 تاش اون باشه، که اون اصلا 4 تاست 5 تا هم نیست. حالا علائم چیا هستند؟ ناپایداری قابل توجه خلقی، مودش لبایله، یه لحظه گریه میکنه، یه لحظه عصبانی میشه، یه لحظه پرخاش میکنه، میگن اخلاقش یه جوری شده، خیلی بد اخلاق شده. عصبانیت یا تحریک پذیری و افزایش مشاجرات بین فردی، یه جوری به اون شبیه دیگه. خلق ناپایداره، یه دفعه گریهش میگیره، یه دفعه میخنده، در اون کنارم عصبانیه، با اینو اون درگیر میشه، بد اخلاق میشه. یه ذره هم نمیدونم واقعا آیا استیگما علیه زنان نیست؟ چون وقتی یه جور نگاه میکنی یعنی اینکه خیلی دیگه اخلاقش گند میشه دیگه. یه جوری نوشتن که
شاید یه ذره استیگماتایزینگ باشه، عصبانیت یا تحریک پذیری و افزایش مشاجرات بین فردی، همش رفته بین اون مثلا گیر میده، به اصطلاح امروزی کلید میکنه، نمیدونم مثل اینکه اصلا دنبال دعوا میگرده، خلق افسرده ناامید، خلق افسرده ناامیدی یا افکار تحقیر خود. تحقیر خود ترجمه است از سلف دپریکیتینگ، سلف دپریکیتینگ. اپریشییت میشه تقدیر، دپریشییت میشه تحقیر، تمسخر. دپریکیتینگ از اون میاد، یعنی خودش رو همچین دست کم میگیره، احساس حقارت داره، احساس تمسخر خودش داره، خودشو بد میبینه، خودشو بیریخ میبینه، خودشو بیارزه میبینه، خودشو غیر جذاب میبینه، خودشو ناخواستنی میبینه. استراب و احساس فشار، اون احساس تنش، تنشن، عصبیم، به تنام بذارید، نمیتونم، یه لحظه دور شید، نمیتونم، حوصله‌تون ندارم، این احساس تنش. و این یکی ها، پس اونا ببینید بیشتر ویژگی خلقی بود، اینا یه مقدار ویژگی رفتاریه، اونا خلقی هن، اینا رفتاری و به نوعی بیهیویرال هست. کاهش علاقه به فعالیت‌های معمول، یعنی همون حالت آه دنیا و lack of interest و lack of pleasure. اشکال در تمرکز، خستگی یا کاهش انرژی، تغییر اشتها، چه به صورت پرخوری یا هوس برخی از غذاها، یعنی طرف میتونه کم خور بشه، غذا کم بخوره، میتونه پرخور بشه یا کریوینگ پیدا کنه، بگه نمیدونم توی مدت همش شکلات دلم میخواد، همش بستنی دلم میخواد، همش دوست دارم مثلا میوه گاز بزنم، همش جگر و کباب و اینا میخوام. پرخوابی یا بیخوابی، احساس زیر بار ماندن یا از دست دادن کنترل. زیر بار ماندن ترجمه است از overwhelmed. We are overwhelmed. حس میکنم دیگه نمیکشم. کرایتریایی که گذاشته احساس overwhelmed. دیگه از پس مشکلات بر نمیام. دیگه حوصله بچه رو ندارم. دیگه حوصله کار رو ندارم. اینا احساس زیر بار ماندن. و یه سری علائم بدنی. علائم بدنی به صورت نفخ کردن، دل درد، دل پیچه، احساس تهوع، احساس ورم کردن، حالت‌های گوارشی، حالت‌های ادراری، همه اینها میتونه جزء علائم بدنی بشه. پس مثلا اگر کسی خوابش احساس خستگی کنه و اشتهاش و یا حالت‌های پادرد، زانو درد اینا بگیره، به اضافه حالت عصبانیت، این میشه premenstrual dysphoric disorder. خب کرایتریای بعدیش، حالا اینا رو میگم، واقعا من DSM نیستم و دوست ندارم شما حفظ کنید، فقط برای اینکه باهاش آشنا بشید. اینا ترجیح بندهایی است که تو همه کرایتریا دیده میشه. علائم با مشکل و تداخل در کار، تحصیل، فعالیت‌های اجتماعی و روابط با دیگران هم رو همون impairment clause. این علائم صرفاً تشدید اختلالات دیگر مانند افسردگی، دیستایمی یا اختلال شخصیت نیست. یعنی شما در نظر بگیر مثلا persistent depressive disorder یا major depression نیست که حالا که به قاعدگی نزدیک میشیم خوابم بدتر شده. پس تشدید اونا نیست. هرچند این بند رو نگاه کنید، هرچند همبودی آنها ممکن است. یعنی شما هم میتونی تشخیص premenstrual dysphoric disorder بگیری، هم تشخیص اختلال شخصیت یا دیستایمی بگیری. یعنی به نوعی این دوتا پدیده میتونن با هم کوموربید باشن، ولی اگه شما نتونی به اون نسبتش بدی، میتونی تایید جدا برای تشخیصش بگیری. خب یه بند مهم هم اینجا داره، اینجا باز خدا بیامرزتش اینو تو گذاشته، چون تو حالتهای مزمن، تو حالتهای تکرار شونده، ببینی حالتی که ما اینجا داریم خیلی اشاره که میکنه در اکثر چرخه های قاعدگی، یعنی مثلا تو این سال گذشته شما باید بیشترش اینجوری باشی. یه مشکل جدی هست که همین الان گفتم آدم ها یه جور دیگه یادشون میاد. Experienced self با Remembered self همیشه یکسان نیست. ممکنه شما مثلا بگی آره والا من هر دفعه این مسئله قاعدگی بوده اینجوری میشدم، ولی اینجوری یادش میاد، علائم رو ساخته. به همین دلیل میگن باید دو تا سیکل قاعدگی رو پزشک زیر نظر بگیره. یعنی بگه خیلی خوب، از حالا به بعد بیا علائم شما رو من میبینم، ویزیت بکنیم، شما یادداشت کن، با من در تماس باش، ببینم تو این دو ماه آینده که دو بار قاعده میشی واقعا اونجوریه که یه هفته قبل شروع بشه تا قاعده شدی کم بشه و بعد هفته بعدش تموم بشه، یا اینجوری یادته. پس باید از طریق بررسی آینده نگر
حداقل دو چرخه قاعدگی تایید شوند. معنی ساده‌ترش اینه یه نفر اومده پیش شما، در اون لحظه هر چقدر هم خوب شرح حال بگیری، تشخیص پریمنسترال دیسفوریک دیزوردر نمیتونی بذاری. باید بگی خیلی خوب، این تشخیص پروویژناله، تشخیص موقته، تشخیص هنوز قطعی نیست. من از شما خواهش میکنم 2 ماه با کلینیک ما در تماس باشید، ارزیابیتون کنم، ویزیتتون کنم تا تشخیص به تایید برسه. پس نمیتونی رو به گذشته این تشخیص رو بذاری. باید 2 ماه طرف رو ابزرو کنی، 2 ماه مشاهده کنی. حالا من فکر میکنم این باز یکی از جهش های DSM-5 بوده، برای اینکه خیلی از تشخیص ها رو به عقبه و روز به روز دارن نشون میدن مردم رو به عقب خوب یادشون نیست. شما دیدین مثلا مریض BMD داری سوال میکنی، دوره‌هایی بوده خلقت بالا باشه، واقعا اینکه چه جوری بپرسی، چه جوری تعریف کنی، کی بپرسی، بعد کدوم سوال بپرسی، جوابش فرق میکنه. و به همین دلیل دیدن خیلی از این چیزها زیر سواله. حالا باز خوبه این اقدامو شروع کرده که آینده نگرش کنه. خب اونم بند کلاسیک، دوره افسردگی قابل انتساب به اثرات فیزیولوژیک ماده شیمیایی یا بیماری طبی نیست. خب اینم از اما شیوش چقدره؟ شیوش میگن بین 1.8 تا 5.8% یعنی ببین تقریبا 3% خانوم ها وسط این رو بگیریم از premenstrual dysphoric disorder رنج میبرن. 1.8 تا 5.8%. ولی میگه چون تشخیص آینده نگر خیلی جهان نبوده، اینا اشتباهه. اونایی ارزش داره که تشخیص آینده نگر باشه. یعنی چی؟ یعنی همین بنده افی که اینجا گذاشتیم. علائم باید از طریق بررسی آینده نگر حداقل 2 چرخه قاعدگی تایید شوند. خب میگن هر چی طرف به سن منوپاز نزدیک میشه، premenstrual dysphoric disorder بدتر میشه. پس خانوم ها سن 40، 45، 46، 47 همینجور که میرن بالاتر، اگه PDD داشته باشن، premenstrual dysphoric disorder، حالتشون بدتر میشه. اما وقتی یائسه میشن برطرف میشه. و اگه هورمون تراپی براشون شروع بشه که دوباره اون حالت سیکلیک ترشح LH، FSH اینا شکل بگیره، پایین بالا رفتن استروژن شکل بگیره، دوباره علائم بازگشت میکنه. پس با یائسگی قطع میشه و با هورمون تراپی دوباره برمیگرده. فرهنگی نیست. دیدن تو فرهنگ‌های مختلف وجود داره. یعنی داستان فقط مسئله احساس مثلا شرمساری از قاعدگی، احساس اینی که تو دوره قاعدگی مثلا سلف دیپریکیتینگ خودم رو باید تحقیر کنم نیست. البته من این رو میگم تو DSM-5 نوشته، ولی DSM-5 از این هنرها زیاد داره. مثلا می نویسه فرهنگی نیست، ولی نگاه میکنم مثلا 2 مقاله هست، اونم 2 مقاله اومده راجع به مثلا اقلیت های مهاجر توی انگلیس بحث کرده که نه تو اینام دیده میشه. من به این راحتی مجاب نیستم که فرهنگی نیست. بالاخره فرهنگی که مثلا فرهنگ چین که معتقد خانم ها در دوره قاعدگی باید اصلا مثلا نشانه همراهشون باشه که بقیه بدونن اینا قاعدن، مثلا دستمال قرمز ببندن سرشون، یعنی اینقدر استیگماتایزه. و تو اون دوره هایی که تو خیلی از فرهنگ ها میگن اصلا به اونا دست ندید، اجازه ندید در جمع بشینند، اینا آلوده کنندن، خب طبیعی است که احتمالاً premenstrual dysphoric disorder خیلیش فرهنگیه. DSM از این احفاظات بعضی موقع داره که آره نیست دیگه، میگه نیست. در هفته قبل از قاعدگی با افزایش احتمال خودکشی و حتی افکار سایکوتیک همراه میشه. یعنی اون هفته‌ای که داره علائم به شدت میرسه ممکنه طرف سویسایدال بشه. منطقیه، تحقیر خود، احساس ناامیدی، پرخاشگری، اشکال در روابط بین فردی میتونه شما رو مستعد خودکشی کنه. حتی شما میتونی میکرو سایکوز داشته باشی، پارانوید بشی، افکار جلسی داشته باشی، به همسر یا پارتنرش خیلی بدبین بشه. اینا توش اتفاق میفته. خب پس چند تا سندروم اصلی DSM رو مرور کردیم: Major Depressive Disorder، Persistent Depressive Disorder و Premenstrual Dysphoric Disorder. چند تشخیص دیگه هم در DSM-5 جزء اصلی ها شده. سابقا تو DSM-4 شما NOS داشتید، Non Otherwise Specified، NOS، ولی اینا specified هند، otherwise specified هند، یعنی مثل Major Depression جزء اصلی هان. منتها اینا را آورده توی یک گروه دیگه جا داده به نام Other Specified Depressive Disorder. یعنی اینها هم
فرضی نیستند، اینا هم آزمایشی نیستند، اینا تشخیص‌های محک زده شده و اصلی DSM-5 هستند. Other Specified Depressive Disorder. سه تا رو در اینجا نام میبره. یه ذره خسته کننده است، ولی فکر کنم فقط نگاه کنید، شاید حالا حفظش هم نکردید اشکال نداره، فقط با ایدهش آشنا بشید. اینا سابقا تو DSM-4 جزء NOS ها بود، جزء اون زمیمش حساب میشد. Recurrent Brief Depression. پس ببین یعنی اینا رو به رسمیت شناخته ها، یعنی یه پله اومدن بالا، منتها برای خودشون چپتر جدا نیستن، همشون توی یه چپتر Other Specified Depressive Disorder. Recurrent Brief Depression عبارت است از این که افسردگی ماژور شما داری ولی 14 روز یا 2 هفته نشده، بین 2 تا 13 روزه، یعنی بیش از 1 روزه، 2 روزه، کرایتریا 5 تا به بالا، 2 روز تا 13 روز، و برای 1 سال ماهی یه بار اتفاق افتاده. یعنی 12 بار شما در سال 12 بار باید دوره افسردگی کوتاه زیر 14 روز رو داشته باشی. پس کرایتریا 5 به بالاست، ولی بین 2 تا 13 روزه، به 14 نمیرسه که بشه میجر دپرشن. حالا من نمیدونم مثلا 13 ساعت و 50 دقیقه رو میشه مثلا ارفاق کرده امدیدی گذاشت، نمیدونم، ولی 2 تا 13 روزه، و این 2 تا 13 روز باید در ماه مرتب تکرار بشه هر ماه تا 1 سال که بهش بگن recurrent brief depression. خب 2 تا 13 روز. یه حالت دیگه داریم، short duration depressive episode. این در از همینه، منتها تکرار نمیشه، یه بار کافیه. این ببین باید 12 تا باشه، ولی short duration depressive episode یه دونه هم باشه کافیه. منتها ببین، برای اینکه دیگه این خیلی شیوعش زیاد نشه، 2 روز رو برشه کرده 4 روز. یعنی شما مثلا یه 2 روز 5 تا کرایتریای MDD رو داشتی، نمیتونی بگی short duration depressive episode، باید حداقل 4 روز داشته باشی، چون موقع دیگه شیوعش خیلی زیاد میشه، تقریبا 80% مردم میشن short duration depressive episode. پس short duration depressive episode کرایتریای MDD میتونه یه بار اتفاق بیفته، و اونم برای 4 تا 13 روز. depressive episode with insufficient symptoms. این یعنی چی؟ ببین این گفتیم 5 علامت رو داره ولی زیر 14 روزه، این بالای 14 روزه اما 5 علامت نداره، مثلا 3 تا علامت داره. depressive episode with insufficient symptoms، یه همون minor depressionه. depressive episodes with insufficient symptoms. ببین یه ذره هم اسمای چیزی هم گذاشته، والا باز minor depression اینا اسمای قشنگی بود، ولی depressive episode with insufficient symptoms، short duration depressive episode. depressed affect به اضافه at least یه symptom، یعنی شما 5 تا رو نداری، فقط 2 تا داری. خب اینم 3 تا قضیه‌ای که جدیداً اضافه شده و من فکر کردم یه مقدار راجبشون توضیح بدم. فقط میدونم یه ذره خسته میشید، ولی اینجا اون روزا رو ممکنه قاطی کنید، نمیدونم اسماش خیلی تو ذهن خوب نمیمونه، short duration depressive episode، ولی یه نکته راجب همه اینا مهمه. اگه شما کرایتریاهای MDD رو یادتون باشه، میگفت بند الف یکی از دوتای زیر که بود خلق افسرده یا تحریک پذیر، دوم از دست دادن علاقه و بیتفاوتی به فعالیت‌های لذت بخش، یعنی آه دنیا. توی اینا آه دنیا قبول نیست، فقط خلق افسرده قبوله. فهمیدید؟ یعنی نمیتونی بگی خب مثلا من 2 تا علامت دارم، یکیش آه دنیاست، یکیش مشکل خوابه، باید حتما یکیش افسردگی باشه. نمیتونید بگید من مثلا برای 4 روز 5 علامت رو داشتم، منتها دیپرس مود نبوده، همون دیپرسی و سینه دیپرسیون اون نبوده، آهدونی بوده. نه، باید تو همه اینا دیپرست مود باشه. دیپرست مود، دیپرست افکت، دیپرست افکت، یعنی خب چون اینا هم یه دونه است و کوتاه مدته، دیپرست افکت میگه دیگه، دیپرست مود نمیگه. ولی آهدونی ها به عنوان کرایتریای بند A قبول نیست، فقط دیپرس مود باید باشه، برای اینکه از اوور دایگنوز کردن این تشخیص جلوگیری شود. خب یه اشاره به این سندروم های نوظهور DSM-5 بود. یه تعدادی سندروم دیگه هم هست
دیزوردر دیگه هم هست، مثل اختلال افسردگی ناشی از بیماری طبی یا اختلال افسردگی ناشی از سوء مصرف مواد. اجازه بدید برای اینکه خیلی خسته نشید من تو این مرحله اینا رو مطرح نکنم. لود کرایتریای دی اس ام تون بالا نره، اونو تو جاهای دیگه، تو سوء مصرف مواد یا سی دی های دیگه مجزا خواهم گفت. پس این خسته های مرکزی دی اس ام رو دیدیم. خب بذاریم یه ذره از دی اس ام دوباره دور شیم و به حوزه های جذاب روانپزشکی برگردیم. این از اون جملات کلاسیکیه که توی روانپزشکی افسردگی هست. به طور کلاسیک گفته می شود شروع افسردگی در سنین پایین در مقایسه با سنین بالا. وقتی شما تو سن پایین افسردگی میگیری، اولا بار ژنتیکیت احتمالاً بالاتره. یعنی اونی که تو 20 سالگی افسردگی میگیره، تو خانوادهش بیماری افسردگی و بیماری خلقی بیش از اون کسیه که برای اولین بار تو سنین 40 سالگی افسردگی میگیره. اونایی که تو سنین پایین افسردگی میگیرن، افسردگیشون خیلی تکرار شونده تره. یادتون هست گفتیم 2/3 موارد اپیزودهای افسردگی تکرار میشن. هرچی سن پایین باشه امکان ریکورنس یا امکان عود بیشتره. پس اونی که تو 20 سالگی افسردگی میگیره احتمالاً تا آخر عمرش 7-8 تا افسردگی خواهد گرفت، ولی اونی که تو 40 سالگی برای اولین بار میگیره بار ژنتیکیش پایینه و احتماله هست که خیلی دیگه هم افسرده نشه. نه فقط به این دلیل که خب بیشتر عمرش رو طی کرده، نه، اصولاً تو زمان مشابهی از عمرم کمتر اپیزود داره. تو سنین خیلی بالا که شما میرید بالای 65 سال، به نظر میاد ماهیت افسردگی به نوعی عروقی میشه، عروق مغز و با آتروسکلروز توأم میشه، مفهومی که یه عده بهش میگن واسکولار دیپرشن. اینا مفاهیم دی اس ام نیست دیگه، اینا یک سری مفاهیمی است که بعضی کلینیسیان‌ها برای خودشون دارن. میگن تو سنین بالا اون افسردگیایی که تو 60-65 سالگی ظاهر میشه، اینا دیگه منشأ ژنتیک و منشأ دو قطبی و اون ماهیت عود کننده و اینا رو ندارن، اینا بیشتر ناشی از عروقند و همچین ویژگی هایی رو براش مطرح میکنند. میگن اولا دیررس شروع میشه بالای 65 سال، توش علاوه بر خلق افسرده مشکلات شناختی دارید، اشکال در حافظه، اشکال در به یاد آوردن، اشکال در یادگیری، اشکال در اورینتیشن. یعنی به نوعی یه خفیف علائم کاگنیتیو داره، حالا نه در حد دمانس، ولی سودو دمانس و یه حالت گیجی و حالت فراموشکاری توش دیده میشه. توی اینا بیماری های طبی زیاده، درست میگه، فشار خون، دیابت، کلسترول بالا، بیماری قلبی، بیماری کلیوی. و وقتی از مغز اینا امارای میگیری هم یه ضایعاتی میبینی و خیلی هم ناتوان کننده است. خب قابل فهمه دیگه، با بیماری همراه اشکالات شناختی داره و اصلا مغزش یه ایراداتی پیدا کرده. خب پس عده‌ای معتقدند تو سنین خیلی بالا افسردگی جنبه سیستماتیک پیدا میکنه، جنبه عروقی، بدنی، سوماتیک هست، با دیابت، بیماری شرائین مشکل داره و مشکلات شناختی هم توش هست که اینا رو میگن واسکولار دیپرشن. مثلا در یه مطالعه اومدن آدمای افسرده رو نگاه کردند، آدمای افسرده مسن، دیدن یه آدمی که بالای 65 ساله و افسردگی داره توش فشار خون 8% دیده میشه، بیماری عروق قلبی 9%، بیماری عروق محیطی 13%، سکته مغزی 7%، نارسایی قلبی هارت فیلیر 9%. در صورتی که در همسنهای اونا که افسردگی ندارند نگاه کنید، تقریبا نصفه. یه بار دیگه، تقریبا نصفه. پس اگه آدمی بالای 65 سال افسردگی داره، امکان مشکلات عروقی درش تقریبا 2 برابر اون آدمیه که این حالت رو نداره. یه تست خوبه، یعنی اگه شما دیدی یه 70 ساله خیلی خلقش خوبه، امکانی که فشار خون، بیماری عروق، بیماری عروق محیطی، سکته مغزی و اینا داشته باشه، نصف اون آدم همسنشه که این مشکلات رو نداره. یعنی یه نوعی همبستگی بین عروق سالم و خلق سالم تو سنین بالا وجود داره. حتی من فکر کنم یه بند دیگر هم باید بهش اضافه کنیم، تو اینجا نمیخوام بگم توی این مقالات نبود، ولی اونم مسئله ایرکشن هست.
سالمندی که افسرده نیست و این بیماری ها هم نداره، ایرکشنش یعنی نعوز آلتش بهتر از اون سالمندی است که افسردگی داره. سابقا اینجوری فکر میکردن، میگفتن خب اونی که افسرده داره، افسردگی داره، در لابد از دل و دماغ افتاده، ناامیده دیگه، ای بابا از سن ما گذشته سکس کنیم، از سن ما گذشته به مسائل جنسی فکر کنیم، فکر کردن اینجوریه. ولی دیدن نه، اینجوری نیست. داستان اینه که وقتی تو سن بالا افسرده میشی، آهدونیک میشی، شرائینت هم دوچار اشکاله، پس اینا رو هم داری. و یه جایی هم که اختلال شرائین، اختلال شریان ها خودش رو نشون میده، در مسئله ایرکشن هست. برای همین اینا ناتوانی جنسی هم دارن. به صورت سنتی اینو متوجه شده بودن، سالمندی که ایرکشن خوب داره بیشتر عمر میکنه. و اونایی که یه ذره آدمای میشه گفت حالا اهل بزم و عیاشی اینا بودن، گفت آها ببین نشون میده اگه تا آخر عمرت سکس کنی بیشتر عمر میکنی. و اونایی که تا آخر هنوز دارند روابط جنسیشون رو حفظ کردن، دل و دماغ دلشون جوونه، واقعا امکان بیشتر عمر خواهند کرد. دیدن آره، داستان فقط روحیه نیست، داستان اینه که با افسردگی هم جهته. حالا کدوم اول میاد؟ آیا اول افسرده میشی بعد شرایطت خراب میشه بعد مشکل جنسی پیدا میکنی، یا اول شرایطت خراب میشه بعد افسرده میشی همزمان مشکل جنسی پیدا میکنی؟ این جای بحث داره، ولی اینا با هم دیده میشن. خب یه یافته دیگه که بخوام، اینا من یه سری از مقالات مختلف جدا کردم توی سی دی تون گذاشتم، برای اینکه این فکر میکنم جاش خالی بود، یه پاراگراف بیشتر آکیسکال تو خلق افسردهش ننوشته. اگه شما سکته های سایلنت، سکته های سایلنت مغزی، سکته های در واقع بی سر و صدا، یعنی طرف توی بررسی امارایش سکته میبینید ولی تو معاینه نه فلجه، نه پارسی پیدا کرده، نه لمس شده بدنش، صورتش، اینا سایلنت اینفاکت است. دیدن اونایی که افسردگی بالای 65 سال میگیرند، نگاه کنه، اونی که بالای 65 سال افسرده میشه، مثلا تو 70 سالگی یه دفعه اشک میریزه افسرده میشه، میگه از زندگی ناامیدم، سابقه هم نداشته، این آدم 94% موارد تو مغزشون سکته سایلنت هست. او پس خیلی شریانیه. در صورتی که یه آدم بالای 65 ساله که افسرده نشده، تو امارایش فقط 21% سایلنت سریبرال انفارکشن هست. تفاوتو میبینید؟ تقریبا 100%، در صورتی که اینجا 20%، 5 برابر شده. پس در افسردگی که بالایش از 5 سال ظاهر میشه، احتمالاً تو مغزش هم یه شرائین، حالا آرتریول هایی دوچار خونریزی یا دوچار در واقع آتروسکلروز و ترومبوز امبولی شده. اینفاکت، انفاکتوس بی سر و صدای مغزی 94% اونایی که بالایش از 5 سال افسردگی میگیرن. یا مقاله دیگری، تفاوت خونرسانی رو در میدل سریبرال آرتری، میدل سریبرال آرتری، شریان در واقع میانی مغزی که سرعت خون هست، آدم 82 ساله افسرده ببینید خیلی کمتره در مقابل یه آدم 79 ساله، را 3 سال نمیتونه اینقدر تفاوت ایجاد کرده باشه. پس ببینید که خون رسانی مغزیشون خیلی ضعیفتر میشه و افسردگی و خون رسانی خوب مغزی در تقابل هم هستن. یا یافته دیگه، اونایی که مشکلات شناختی پیدا میکنند متعاقب در واقع افسردگی، یعنی شما ملاحظه کنید ما قبلتر اینجا اشاره کردیم که افسردگی در سنین بالا، در این افسردگی واسکولار، ما معمولا شیوع بالای اشکالات شناختی داریم. اونایی که توان شناختیشون آسیب میبینه در جریان افسردگی، حتی پاسخ به درمان TCA هم در اونها مختل هست. در این مطالعه اومده این رو نگاه کرده، یه تعداد افراد سالمند رو که افسردگیشون به کمک نورتریپتیلین خوب شده. اینم بهتون بگم که در افسردگی های واسکولر، افسردگی های سن بالا، یه صحبتی هست که نورتریپتیلین شاید یکی از بهترین داروها باشه. TCA ها اومدن دیدن وقتی طرف افسردگیش خوب میشه، اگه از نظر شناختی در لول های باشه، یعنی خوب باشه، ببینید توانایی های اینیشیشن و پرزورویشنش خوب باشه، یعنی مغزش خیلی شناختی آسیب نیده باشه، با گذشت زمان روی نورتریپتیلین خلقش افول میکنه ولی یک کمی. ولی اونی که مشکلات شناختی داره، بعد از یه مدتی دیگه TCA بهش جواب نمیده. یعنی ببینید اونی که لو آی پی هست، اینیشیشنش پایینه، توانایی شناختیش متعاقب افسردگی خیلی سقوط کرده،
وقتی افسردگیش رو شما میخوای با نورتریپتیلین خوب کنی، خیلی زود اوت میکنه و نورتریپتیلین جواب مناسب رو نمیده. پس میبینیم که ماهیت فقط افسردگی نیست، اون ماهیت شناختی هم مهمه و اونهایی که در سنین بالا دچار افسردگی میشن، پس بار ژنتیکی کمه، بیشتر بیماریهای آتروسکلروز، بیشتر بیماریهای عروقی وجود داره، بیماریهای سیستمیک وجود داره و پاسخ به درمان اونها به TCA هم کمتره و در این حال مشکلات شناختیشون هم بیشتره. پس این رو شما به عنوان یک حوزه مجزا در نظر بگیرید. خب مفصل الان عوض میشه. اونایی که میخوان وسطش یه استراحتی بکنن، چای بخورن، این کار نکنن. من که تقریبا 4-5 دقیقه تا اتمام این مبحث نمونده. یه ذره صبر کنن، یه 5 دقیقه دیگه من متوقف میکنم، میریم دوره بعد، اختلالات دو قطبی. خب اینجا یه صحبت دیگه داریم. و اونم اینه که بهبودی از اپیزود افسردگی. دو اصطلاح هست که تو DSM هم وجود داشت، DSM-4 و تو DSM-5 هم همین رو آورده. Partial remission، فول رمیشن. این یعنی بهبودی نسبی، این یعنی بهبودی کامل. بیاییم با بهبودی کامل توضیحات رو شروع کنم، راحت تره. یعنی 2 ماه اخیر هیچ علامت عمده خلقی نداشته. 2 ماهه که میتونیم بگیم خوبه خوبه. 2 ماهه به قول معتادا پاکه پاکه. 2 ماهه نه افسرده است، نه خوابش اشکال داره، نه اشتهاش اشکال داره، نه حالت ناامیدی داره. این میشه فول رمیشن. پارشال رمیشن چیه؟ پارشال رمیشن اینه، میگه یا کمتر از 2 ماهه که هیچی مشکل نداره، کمتر از 2 ماه از فروکش کردن علائم خلقی میگذره. یعنی مثلا فرض کنید که 40 روزه که خوابش مشکل نداره، 40 روزه که اشتهاش مشکل نداره، 40 روزه کاملا طبیعی شده. یا ممکنه که 2 ماه هم بیشتر باشه ولی علائم خلقی در حد متوسط وجود دارند. یعنی دیگه 5 علامت نیست، 2 تاش هست و این 2 تا رو طی مثلا 3 ماه اخیر داشته. پس یا زیر 2 ماه اتوماتیک میشه پارشال رمیشن. طبیعی است که وقتی هیچ علامتی نداره کمتر از 2 ماه پارشاله، اگه 2-3 تا علامت هم داشته باشه اونم به طریق اولا پارشاله، یا ممکنه بالای 2 ماهه ولی هنوز بعضی علائم رو داره. حالا چرا این 2 تا رو اینقدر تفاوت میذارن؟ اینه، جریان فعلی روانپزشکی این اعتقادو داره که اگر مریض رو به فول رمیشن نفرستی، امکان عودش بیشتره، امکان آسیب‌های بعدیش بیشتره. پس هدف درمانی فول رمیشنه، نه پارشال رمیشن. فکر کنم از CDI دیگه، CDI لیتیوم، CDI SSRI یادتون هست، تو مطالعات می اومدن 2 تا کرایتریا میذاشتن، رمیشن، ریسپانس. مثلا میگفتن وقتی SSRI میدی 1/3 میرن به رمیشن، 2/3 که 1/3 رمیشن جزشونه ریسپانس دارن. ریسپانس یعنی چی؟ یعنی میگفتیم که مثلا نمره هامیلتونشون میافتاد 50% کاهش پیدا میکرد، در صورتی که رمیشن یعنی اینکه علائم تقریبا به طور کامل برطرف میشدن. برای همینه که معتقدن فول رمیشن با پارشال رمیشن 2 پدیده جدا هستند و هر قد شما فول تر باشی پروگنوز و پیشاگهیت بهتره و اونایی که به فول رمیشن میرن خیلی سرنوشت بهتری دارن تا اونایی که 1-2 تا علائمشون باقی میمونه. خب اما سوال، چه عواملی هستند که میگن شما از یه اپیزود افسردگی در میای؟ سوال قشنگیه. یعنی وقتی شما افسرده شدی، شما نه من، 5 تا علامت پیدا کردی و 2 هفته هم طول کشید، یعنی به حد نصاب کرایتریا رسیدی و گفتن آره دیگه شما اپیزود میجر دپرشن رو تجربه کردی، چجوری بفهمیم کی از توش در میای و چقدر احتمال داره از توش در آی؟ چون یادتون هست گفتیم که به طور متوسط 6 ماه طول میکشه این اپیزود. کیا زودتر در میان؟ کیا زودتر خوب میشن؟ این خیلی مبحث قشنگیه و من خواهشم اینه اون چند دقیقه که به من بدهکارید آخر CD پای CD بشینید و نگاه کنید، چون یه سری مقالات واقعا بحث انگیز یا شبهناک وجود داره که کی زودتر در میاد. مشخص شده که سن تاثیر نداره،
یعنی یا آدم 20 ساله با آدم 60 ساله. جنس تاثیر نداره، مرد یا زن. وضعیت زناشویی شکر خدا تاثیر نداره، یعنی اونی که متأهل اونی که مجرده فرق نمیکنه. وضعیت اقتصادی بازم شکر خدا تاثیر نداره، یعنی پولدارا زودتر از تو اپیزود افسردگیشون ظاهرا در نمیان تا بدبختا اون فقرا لایه های پایین اجتماع. پس چی اثر داره؟ مطالعات متعددی صورت گرفته میگه دو عامل هست که خیلی دیکته میکنه یا همبستگی داره با اینه که کی زودتر از اپیزود افسردگی در میاد. این دو عامل اینان: سایکوسوشال ایمپیرمنت. هر چقدر شما بیشتر از نظر شغلی، تحصیلی، روابط بین فردی تو افسردگی افول کرده باشی، امکان در اومدنت کمتره. پس جالبه، اونقدر شدت علائم دیکته نمیکنه که میزان اینکه کارت آسیب دیده. پس اونی که هنوز افسرده است و داره سر کار میره، اونی که هنوز افسرده است و لنگ لنگ داره چرخ زندگیشو میچرخونه، اون آدم زودتر در میاد، اون آدم احتمالی که از تو افسردگی در بیاد بیشتره تا اونی که واداده، تسلیم شده. برای همین واقعا اونایی که برای از کار افتادگی و اینا میان، علاوه بر اینکه ممکنه یه گینی چیزی توش باشه، آدم پروگنوزشون رو خیلی بد میبینه. اونی که دیگه کارو ول کرده، ورزشو ول کرده، روابط بین فردی رو ول کرده، امکانی که در بیاد خیلی بده. خب حالا این داستان سبب شناسی نیستا، نمیدونیم اینکه چون کارو ول کرده در نمیاد، یا اینکه بیماریش ماهیتش جوری بوده که دیگه نمیتونسته کار کنه، یا اصلا مغزش اونقدر آسیب دیده بوده که نمیتونسته کار کنه. ولی داستان اینه، اگه طرف میاد و علائم افسردگی رو داره، به اصطلاح بعضیاتون پر میکنه، من نمیدونم اصطلاح پر میکنه چیه، من صفر تا صد شنیدم ماشین پر میکنه یا نمیدونم لیوان پر میکنه، ولی آدم نشیدم چه جور کرایتریا پر میکنه. حالا بگین دوست دارین، بگین دوست دارین همچین براتون اف اس بگین، ولی اون کسی که به قول شما کرایتریا رو پر میکنه، اگه تو اون لحظه خیلی افت کار کرد نداشته باشه، بگه حالا سر کار دارم میرم، با حالت اخم میرم اونجا میشینم، ولی خب مرخصی نگرفتم، استعلاجی نگرفتم، نه میخوام برم، اون امکانی که از تو اپیزود در بیاد خیلی بیشتره تا اونی که گیواب کرده، ترک تحصیل کرده. خب اما مهمتر از اون، مهمتر از سایکوسوشال ایمپیرمنت اینه، یه اصطلاحی باهاش آشنا بشید: cumulative یا cumulative morbidity. cumulative یعنی چی؟ یعنی تجمعی. ابر کومولوس یادتونه؟ یعنی رو هم جمع میشه، یعنی ابرای همچین پنبه‌ای گنده بود که توی دوره دبستان میخوندید، ابرهای نیمبوس، کومولوس، همچین رو هم جمع شده بود. یا اصطلاح اکومولیت، رو هم جمع کردن، رو هم تجمع کردن. پس cumulative morbidity. morbidity یعنی چی؟ یعنی بیماری، بیماری تجمعی. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر شما تو گذشته بیشتر افسردگی کشیده باشی، امکانی که این سری از افسردگی در بیای کمتر میشه. و این خیلی استراتژیکه و حسابی توش بحث است. بحثش هم فکر کنم فهمیدی چیه دیگه. یعنی باید آدما رو پیشگیری کنی، نذاری افسرده شن، چون هر نوبت که افسرده میشن یه صحبتایی هست، مثلا میگن 6%، حدودا رقم 6%ه. 6% امکانی که دفعه بعد خوب بشی کمتر میشه. یا به عبارت دیگه 6% امکانی که مزمن بشه دفعه بعد بیشتر میشه. پس اون آدمی که تا حالا 7 بار افسردگی تجربه کرده، بار 8مش مثلا 30-40% وضعش بدتر از اون کسیه که افسردگی اولش رو داره. یا حالا فقط افسردگی اپیزود نباشه، مدت زمانی که افسرده بودی، اون آدمی که 10 سال از عمرش رو در افسردگی طی کرده، امکانی که اپیزود بعدیش رو به خیر بگذرونه خیلی کمتر از اونیه که فقط کلن 3 ماه تو افسردگی طی کرده. به عبارت دیگر هرچی شما تو افسردگی بمونی، امکانی که بعدن از توش در بیای بدتر میشه، یعنی بدهکارتر میشی، دست و پاتون تو میمونه. حالا بعضی خیلی ارگانیک به این نگاه میکنن، در سیدی بعدی این رو خواهم گفت، مثلا BDNF، اون برین درایو نوروتروفیک فاکتور، میگن هر دفعه که شما افسردگی میگیری یه قسمتی از مغزت میمیره، یه قسمتی از سلولات آسیب میبینه، برای همین دفعه بعد امکان در اومدنت کمتر میشه. پس اگه یکی افسردگی داره باید حتما درمانش کنی و حتما هم فول رمیشن ببریش، برای اینکه سری بعد هی بدتر میشه، افسردگی داره بدتر میشه. در صورتی که یه عده میگن مسائل اجتماعی دیگه، سابقت خراب میشه، دوستاتو از دست میدی، شبکه اجتماعیت مزمحل میشه، اعتبارت میفته، سلف استیمت میفته،
برای همین سخت در میاد. ولی هر دو گروه، چه روانشناسانی که اجتماعی نگاه میکنن چه بیولوژیک مایندد، معتقدن هر چی زمان بیشتری رو تو بیماری خلقی گذرونده باشی، امکان این که سری بعد از توش در بیای کمتر میشه. به این اصطلاح میگن cumulative morbidity یا cumulative morbidity. اینو داشته باشید، تو بقیه این سی دی به اون اشاره خواهم کرد. خب خسته نباشید، رسیدیم به سر اختلالات دو قطبی. یادتون هست گفتم توی DSM دوتا رو از هم جدا کردن، یونیپولار دپرشن و بایپولار دیزوردر رو اومدن دو چپتر جدا گذاشتن. حالا میخواییم اختلالات دو قطبی رو در ادامه این سی دی با هم نگاه کنیم.